در این باره بحث خواهیم کرد. سخنگوی عبدالله عبدالله می گوید که در روزهای اخیر ارگ می که میان رهبران حوادار عبدالله درز ایجاد کنند اما این تلاش ها بی اثر بودند و این می که عبدالله عبدالله بر حوادار و رهبران هوادار او به زودی کار حکومت همش را آغاز خواهند تلاش های فراوان از ماه به ای طرف و سفته به ای طرف به روزهای اخیر شدت پیدا کرده که دو ایجاد کنه در صفوف تیمی صبات همگرایی و دولت همه درست کشفه ای خبر در در طول سیاسی مشارعه و سر باید دست پاسی و در اوقی سر خبری اما ریاست جمهوری هر گونه تلاش را برای ایجاد اختلاف میان هوادارانه عبدالله عبدالله رد می کند و گوید که رئیس جمهور تنها از بهر رفع تنشها با رهبران سیاسی دیدارهای داشته سلام مهمانانم در این برنامه آقایان سید محمد باقر کازمی استاد دانشگاه و از نزدیکان دکتر غنی و خالد پشتون عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان است. مهمانان گرامی خوش آمدید آقای کاظمی شما همچنان با آقای پشتون بحث را آغاز می کنیم پا در میانی ها آقای پشتون و تلاش ها برای حل مشکلات سیاسی پیش آمده میان ارگ و سپیدار تا اینجای کار به نتیجه پایان یافتند ظاهرا آقای پشتون که در استدیوی دیگر حضور دارن صدای ما را ندارن اما آقای کازمی همین پرسش شب با شما در نخست میخوایم در میان بگذارم پادر میان ها و تلاش ها برای حل مشکل سی, سی پیش آمده میان عرق و سپیدار به نتیجه پان یافتن از دیروز این مسئله اعلام شده اما نگرانی بار آورده به 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 این به نتیجه پایان یافتن پادر ها شما می فهمین که چی میشه در روزهای آینده؟ چه اتفاق در راست؟ بنام خدا خدمت شما خدمت بیننده های محترم و جناب آقای پشتون سلام ترتیب میکنم آیا حکومت باید یک مبنای درست برای عملکردهای های خودش باید داشته باشه یا نه؟ اجازه بدین یک مقداری ما برمیگردم به عقب و دوباره برمیگردم به سوالی فرمون. که بس. شما مطرح کردید انتخابات تمام شد بر اساس قانون اساسی افغانستان مراسم تحلیف انجام شد وسیقه انتخاباتی داده شد و حکومت جدید و حکومت دولتساز کار خود را آغاز کرد اما وقتی که بحث نپذیرفتن نتیجه انتخابات باشه ای یک پرسش بسیار بزرگ را به وجود میاره یک نگاه کلی دیگه هم باید اینگونه داشته باشیم وقتی که جناب دکتر سب عبدالله عبدالله به عنوان رئیس تکت انتخاباتی صبات و همگرایی 99 درصد از پروسه را قبول داره فقط یک درصد باقی مانده او که نتیجه اعلان شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات هست او را قبول نداره این خودش یک پرسش بسیار بزرگ و یک چرایی بسیار بزرگ را هم به دنبال خودش داره حداقل در سه انتخابات شورد. شورد. اجازه بتون آقای احمدی می در... کوتا میخوایم بگویم در سه انتخابات که سپری شد در تاریخ افغانستان سال 2009 2014 و 2019 هر سه بار آقای دکتر عبدالله به عنوان یک کسی که در روند انتخابات و بعد از اون نپذیرفتن نتایج انتخابات یک چالش بسیار بزرگ را به وجود آورده نامش زبانزد خاص و عام شده حالا واقعا پرسشی که مردم افغانستان هم میتونه داشته باشه با توجه به این شرایطی که با وجود آمده بحث کمک های یک میلیارد دلاری که امریکا او را متوقف کرد به خاطر همین جنجال ها این متوجه کی میتونه باشه چه غیر از این است که جناب دکتر صاحب عبدالله در رأس این چالش ها و چرایی ها وجود داره چرا من میخوام که چند نمونه بیارم به عنوان مثال انتخابات 2014 یادآور شده اگر نقص در کار نبوده نباید تن به ایجاد حکومت وحدت ملی که فراقانونی بود داده می شد بله. حتما کاملا. ریگ در کفش بوده که چون این چیز پذیرفته شد اینجا در انتخابات 98 99 درصد مسئله قابل پذیرش نبوده پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 98 و پیش از اعلام نتایج نخستین انتخابات طرف آقای عبدالله خواستار ابتال 300 هزار رای بود بلد. روند باز شماری آرا تحریم شد بلد. پادر میانه ها سبب شد تا کار به کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و شود تا اگر مشکل از میان برداشته شود که نتیجه کار هم چیزی بود که پیش از او وجود داشت همینا اینا نشانه های از وجود مشکلات در انتخابات دارن نمونه دیگر که شما از قطع کمک ها یاد کردین یک میلیارد دلار کمک امریکا اگر حق با دولت ساز بوده و مشکل در انتخابات وجود نداشته نباید ایالات متحده امریکا به این مسئله تمکین میکرد و کمکش را قطع میکرد حتما بحث است حال همین ها است کار به جای رسیده که باید با گفتگو حل شده ممکن است یا نه؟ ببینید گفتگوها هم یک مبنای قانونی و یک ملاک قانونی باید بر خودش داشته باشه اما وقتی که همه چیز به تعبیر شما که در بین صحبت هم بود 99 درصد شاید با چالش مواجه بوده ای انتخابات ما این می خواهیم که اصلاح بکنم 99 درصد به تعبیر ما و حتی اگر برگردیم ما به مبناهای قانونی خودش قانون اساسی افغانستان هست قانون انتخابات افغانستان هست بحث کمیسیون مستقل انتخابات هست کمیسیون شکایات انتخاباتی هست که تمامی کمشنرا ببینید قبل از اینکه انتخابات اتفاق بیفته بر اساس انتخاب و آرای تک تک کاندیدا انتخاب انتخاب شدن از اما وقتی که بس کمسیون از درون کمیسیون کمیسیون مستقل انتخابات شما نارضایتی یا از کمشنران را دیدن. بل. در درون کمیسیون قفل مهمترین خب ما 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 بخش <applause> <applause> کمیسیون شکسته شده از طرف نیروهای امنیتی که با پرسش رو برو بود همین اینا نمونه های از بی ثباتی در کار را میتونه آقای آزمزمزمزم. احمدی اجازه بدین من صحبت ها را این گونه بگویم که من رد میکنم صحبت های شما را به خاطر که حد اقل در صحبت چند ماه اخیر آقای, آقای آقا احمدی, آقا آقا احمدی آقا در چند ماه اخیر اتفاقات بار, اتفاقات بار بار اجازه بدین من می خوام اجازه بدین تکرار بکنم آقای احمدی ببینید در چند ماه گذشته حداقل بار بار بحث چگونگی بررسی 300 هزار رای جنجالی یک لگو دو رای به عبارت خارج از وقت و تایم و زمان خودش مطرح بوده و بحث شکستانده شدن یا شکسته شدن قفل یا سیل دفتری که مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات بوده بار بار گفته شده تشکر. اما چیزی که در اینجا مهم است ما نمیخوایم که دوباره یک بار دیگه مباحث انتخاباتی را مطرح کنیم اما اززابت. چیزی که در اینجا خیلی مهم است است که چرا آقای دکتر عبدالله با تمام مسائلی که خودشان بیشتر از هر کسی دیگه حداقل در عرصه سیاست شا. افغانستان دستی بر آتش دارن ایرا به عنوان یک چالش مطرح کردن آقای, آقای پشتون را هم دیدشان را داشته باشیم آقای پشتون خوش آمدین به برنامه بس پادرمیانی ها در کار از میان برداشتن تنشهای های سیاسی میان آقایان عبدالله و غنی به نتیجه پایان یافتن میفهمین که ادامه کار چه پیامده خواهد داشت؟ خدا دې وکړي چې زما ستاسو په سوال درس په ادلېمه د مقابل طرف ورور چې کوم خبرې وکړلې درستی مابني نه اوریدل کېدلې زه یوازې تم دومره وایم چې کوم څه چې دوهل چې ډاکټر صاحب عبد الله نن وی فیصره د انتخاباتو او نتایج تاییدي یو فیصد نه تاييږي نه تايي دی دا په دې معنی ده لکه د ډاکټر عبد الله فر ناس وی زه ډیر تاسف کوم چې ډاکټر صاحب د شروع څخه دانتخابات پر پروسه انتقاد لرودي درې لکه رای به نتيجه پاتسولي هیڅ چا یې غو نه خوري دانتخابات نتيجه بغير د شکایتو د کمیسون د فیصله مستقيم دانتخابات کمیسون الاکړه چې مستقيم من خلاف د قانون او دانتخابات د قانون نه و درېم موضوع جهانيان د 2008 ته په شمول د امریکا په شمول داور ته وای کښ کې مقابل طرف دولتساس ټیم دغه بازی ګټلې وای نن بموجو ډاکټر عبد الله مخورړ وای چې تا بازی باېوله دوی و ګټله حال دا چې کوم نتایج دی لنکړي دي اغه د غټونو نتایج ندي او نه لکه راي چې دغه د اودلار ایم پر دایو کاندید واچې یو اشاره شپړ مليون راي دي جوړي کې بیا هم قابلیت نه زه ډېر تعجب کوم چې په دې کې راځم به شما خو پښتون دمې صواباتونه پاسه استدلال جوړمیان برنامه جوړماید ته دغه یو فراخبر تاسو ته لاسی ديګر می فرا خبر آقای پشتون می خواهیم ادامه بتن و ها و تلاش ها تنش ها را حل نتانستن بسازن راه و گزینه برای حل تنش ها باقی مانده و یا خوشدار که در میان هستن بحث آغاز کار حکومت همه شمول و اینها از طرف عبادران آقای عبدالله این بحث ها جدیست و عملی خواهد شد؟ آه آه سوال بماراجیس نه بلې سوال بماراجیس بلې مې ربونی وزم ما په عقیده تاسو وګورئ وخت چې وزیر خارجه د امریکا شاغلي پمپیو افغانانستان تر راغي هغه مخ مخه ولسم شرط وویل چې ستاده په رسميت پیژندلو د انتخابات او د تعالف د د د اشتراک زمر د سفیر د خواڅخه په دې شرط وسوله چې تبه مشترک حکومت جوړوي ملي حکومت به جوړوي متاسفانه دولت ساسټم هغه کار هم ونه کوي چې هغه ټول خلک شیدان دي د بلې خواڅخه هر اورځ امریکا یا بینلي جامعې مختلف وشتارونه اوختارونه ور کوي چې یو مليارد ډالر کومک بندو کثاسه مشترک حکومت جوړن کی د طالبانو سره په مخکې دغه سولې مسایلو ته توجوونکې نور د حالت قابلیت د غمول نه دی دا چول شان او با وجود دی اوس هم د لایل وای زه فکر کوم نور د لایل موجود دی یا حکومت جوړه یا, یا نه جوړه که جوړه دواره طرفه بای ایت حت وټاکی چې خبرو تلار پیدا سي او که نه جوړي به سره جواب ورکي چې هغه مقابل طرف خپل سرنويش پوسي اصلا دغه یو بمبست په وجود راغلی دی یا واخې اصله د 40 تر مخه مخه کړه د بلې خامو مشترک حکومت ته 40 تر مخه مخه دی د حکومت کارونو ټوله دم ولاړ دي مليک ټول سرګردان دی هغه ټوله پر دواره بن انتقاد کوي بلاخره د حل لارې شد اخو اخو پښتون به موقفه ارګ روشن است هر راه حل استوار بر قانون اساسی اما آقای عبدالله و طرفدارانش چیز دیگه میخواهند سهم اجرایی و تقسیم قدرت تازم. چون این چیز در در قانون اساسی تازم. موجود نیست ایت سوک حکومت نشرکی دوی قانون اساسی خبرکی کم قانون اساسی پا تیر کاله کالکی شپیت تا وارد قانون اساسی در پشوالانجی سو څلور کاله کیږي کابینټي سرپرست نه ست د خلاف د قانونه د 15050000 لکه به اړ ځای کې مزوم غوي چې ځای کې لیکن خلاف د قانونه ټول کارونه خپل حکومت کې خلاف د قانون روان دي او په دغه ځای کې به د قانون غمه خسته مز مطلب دا دی فکر کوم چې مصلحت په هر ځای کې مهم دي مز یا ډاکټر صاحب عبد الله حکومت شریکت نه غواړي هغه څه غواړي چې تاسو ته لاس خراب سیږي مملکات مملکات د تقسیم په حالت کې راځي یعنی د غسی او سوی تفاهم په میدان کې راغلي دي ان چې خپل شر انتخاباته نه ووري کله د خپل خپل ټول 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 آقای به کازمیدید شما چه هست شنیدین دیدگاه ها آقای پشتون را بس حل اختلاف ها با چی میکانیزم از طرف عرق پیش بردنی است؟ دیونه خیلی جالب است که معمولا تیم انتخاباتی گذشته صبات و همگرایی حالا سخنگویان دکتر سب عبدالله تاکید بری دارن که گویا نشست هایی که حکومت افغانستان با برخی از سیاسیون در حقیقت کسانی که در گذشته حمایت خودشان را از جناب دکتر سب عبدالله عبدالله اعلان کردن گفتگوها جریان داره و ای در حقیقت میتونه به عنوان یک درس بین آقای عبدالله و این سیاسون مطرح باشه چند نکته را ما میخوایم یادآوری بکنم ببینین باب گفتگو برای حکومت افغانستان از ابتدا باز بوده و تا آخر هم باز با چی میکانیزم؟ میکانیزمش کاملا مشخص است. تمام آن چیزی که در حال حاضر در حال انجام هست مبنایش قانون اساسی افغانستان هست و هیچ چیزی در مغایرت با قانون اساسی افغانستان و منافع اولیای کشور نمیتونه که مطرح باشه وقتی که بحث نشست ها مطرح میشه در حقیقت اینا خودش نشان دهنده ای عزیز که حکومت افغانستان این شب. بستر را باز گذاشته و این شب. گفتگوها ادامه داره و این گفتگاه اجازه بدین یک نکته خیلی کوتاه اشاره بکنم ببینید. جریان های متعدد سیاسی هم در حال حاضر در کنار حکومت افغانستان قرار گرفتند یک نمونه کسی که به عنوان یکی از مطرح ترین تکت های انتخاباتی قبل از انتخابات افغانستان مطرح بود آقای اتمر آمدن در کنار حکومت افغانستان قرار گرفتند و حالا به عنوان سرپرست وزارت خارجه افغانستان حضور دارند خب اینا آقای ارغندیوال به عنوان یکی از رهبران سیاسی یکی از احزاب در کنار حکومت هست ما در جریان کارهای انتخاباتی شنیدیم که حکومت گذشته آقای غنی را چی گفتن اونا منتفی است که کی در کنار کیست حالا من راه حل راه, حل... راه حلش گفت... حل... گفتگوهایی است که بر اساس منطق و منافع اولیای کشور باشه ما از اول گفتیم به عنوان تکت انتخاباتی گذشته و حالا حکومت افغانستان که هیچ چیزی به عنوان سهم بخشی وجود نداره اما آن چیزی که به عنوان تشریک مسایی میتونه مطرح باشه بابش باز با خواهد بود و این برای هیچ یک از احزاب به شمول جناب دکتر صاحب عبدالله بسته نخواهد بود اما چیزی که دکتر صاحب عبدالله بار بار در این گفتگوها مطرح کردن پروتکل تشریفاتشان هست یک مسئله که باید رعایت شود و جالب اینجاست که آقای دکتر غنی هم حتی در حد یک معاونت ریاست جمهوری این پروتکل را گفتن ما انجام میتیم یک مسئله و بحث دیگه ای که خیلی مهم است بحث دیگه حفظ صلاحیت قصر سپیدار هست و بحث اجرایی پس چرا انتخابات صورت گرفت اگر بحث اجرایی هست مشکل چرا انتخابات, انتخابات داشت آقای خب. چرا آقای دکتر عبدالله 99 درصد پروسه انتخابات را قبول داره فقط یک نتیجهش که بحث okay, ی... اگر ی... اگر باس پیش بریم بس... یک درصد بس... چونت چونت که همون نتیجه, نتیجه انتخابات را قبول نمیکنه این خودش که... نشاندهنده دهنده از اینکه دکتر عبد الله به دنبال امتیازگیری میگرده و هرگاه حداقل در دو دوره گذشته ای را به اثبات رساندیم یک بار دیگه هم باور بکنید که آقای عبدالله به دنبال امتیازگیری است و در صورت که این امتیازگیری مطابق میلش انجام شود بر همه آن شعارهایی که داده است. اجازه بتین آقای پشتون در دیدش را داشته باشیم آقای پشتون بس بس تقسیم قدرت نیست قانون اساسی چون این چیز را نگفته و آقای عبدالله هم همه تلاش با کوشش شامین است تا امتیاز بدست بیرا وسه انتخابات نادیده گرفته شاو او امتیاز در دست باشه موفق سین بو چونین دیده از جونبرګ متاسفانه متاسفانه زه ډیر تاسف کوم دغه رقم استدلال چې د غرور کې دا درسته ندی عبد الله امتیازګری نغواړي نه عبد الله شخصا د خپل ځان د پاره امتیاز غواړي بلکې هغه د یو غټی کېتلې د یو غټ تیم شاتلری او هغه تیم چې ګرد د افغانستان مطرح انسانان په کې موجود دي حقوقي ارورز عبد الله د خپل مشترک جرګه یا 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 مجلس په نتیجه کې دی نتیجه ته رسیدي چې موږ په هیڅ وجه په دمس مسلکشي شات نزو دلیل دا ندي ګوره د ورور وایي چې قانوني اساسي دی بیل قانوني اساسي بل دلیل نه لري قانوني اساسي ته موږ احترام درو موږ وموایي چې قانوني اساسي باید پر شول لنجي نه سي لکه قانوني اساسي 50واره پر شول لنجي سوې دي قانوني اساسي په کومه مسله کې تمرات کې تاسو وګوري د ما مخ کې درته ویل چې کابینې سرپرست ناصر څلور کال کېږي بنجان دي 15000 کس اله کې خلاف ته قانون د قضایي قوی د قانوني اساسي حال تا تا دا دا که تاسو موږا کارته ایدو د بندانو لکه د مخالفت نکوم ګر خلاف ته قانون خو دی تشکر اوخه پښتون حال د بودیجه د تصویب بعد ور داخلي سپه قانون در پښو لاندې سو اته اهمیت نور کوي او دلته بیا چې دا ځای راځي ته اهمیت تر کوي تشکر اوخه پښتون حال خو نه لګराई وډی دی با توجه به موقف هر دو طرف ارگ و سپیدار ظاهرا مشکلی که پیش آمده تنشهای سیاسی از راه گفتگو قابل حل نیستند هشدار داده شده که حکومت همشمول به زودی به رهبری آقای عبدالله کارش را آغاز می کنند پیابت های این کار قابل پیش بینی است درک می د دې حکومت یو نقص د افغانستان یو بغټه برخه چاغد افغانستان شمال جنوب شرق او غرب دی په هغه کې مختلفه کتلې خو به د پاتسوی انتخابات به له نتیجه اعلان سوی انتخابات په هغه طریقې چې باید اعلان سی وې دي نه کړ اعلان تاسو ګوري ام دغه د ګل دی چې نن بین ملي جامعه مسلسل نری وې شته چې ام شمول حکومت جوړ نکي مجبل حکومت نه تایو یو میار ډالره سشکل خات کړلې یو میلیارډم پر خال خات کړی ممنون آقای پشتون اگر فرصت بود با شما بر میگردم اما آقای کازمی هشدار داده شد از اعلام حکومت همه شمول که نگران کن دست ظاهرا بر شهر بندان. پیامد شب سنجیده نگران نیستیم شما ببینین به هر دلیلی اگر دورترین بخش افغانستان و جزئی ترین فرد و پایین رتبه ترین فرد در افغانستان اگر آسیبی ببینه برای حکومت افغانستان قابل پذیرش نیست اما بیایم منطقی را بررسی بکنیم کیها به دنبال این مسائل میگردن و دامن میزنند بار بار قبل از انتخابات و پس از انتخابات و حتی قبل از اعلان نتایج ابتدایی و پس از او و بعد از نتایج اعلان نتایج نهایی خیلی از تکت ها بحث به کوه بالا شدن ها را مطرح کردند بحث خیابان بستن ها را مطرح کردند اما اینا در قالب یک شعار مطرح شد بیشتر از این مردم را نترسانیم ما به اندازه کافی با... درد داریم به با... اندازه با... با... کافی مشکل داریم بحث بس... اقتصادی هست بیاییم با... مردم افغانستان را با... بیشتر از این نترسانیم حالا آقای احمدی نکته که خیلی مهم است بیایم یک نگاه دیگه هم داشته باشیم کیها فعلا در کنار آقای دکتر عبدالله از افراد تراز اول قرار دارند آقای محقق در حال گفتگو با آقای اتمر قرار دارد. آقای خلیلی به عنوان یک میانجی مطرح هست در حال حاضر آقای دوستم در حال حاضر نقش طرفانه خودشان را اختیار کرده ای اینا... اینا, خودش نشان دهنده از این است که من... همه از این افراد یک... یک پرسشن... همه این افرادی بستوارد... که من نامشان را بردم دو دو. آقای از آقای دکتر عبدالله نامید شدن بسیار کوتاه یک پرسش دارم از شما و بسیار کوتاه خواهش آقای می کنم که پاسختانه بفرمایید اگر انتخابات افغانستان مشکل نداشت حکومت آقای غنی برآمده از انتخابات شفاف است چرا امریکا یک میلیارد دلار کمکش را کرد و هشدار از اقدامات بیشتر داد. هرگاه در افغانستان بحث بینظمی ها و بد امنی ها با وجود بیاید طبیعتا آمریکا به عنوان کسی که پیمان امنیتی با افغانستان داره یقینا از این ناحیه متضرر خواهد شد. به همین خاطر یک اهرم فشار از, اقدامات آقای عبدالله کاملا همینطور است. تشوف. اگر آقای عبدالله بیاید و منافع اولیای کشور را در نظر بگیرند به خاطر مردم دارست. افغانستان از این خات خدشان داسب تشکر او آقای پښتون مسؤل نابسمونی های ک در راه هستند احتمال بهرن کلانتره آقای عبد الله تزدید آقای کاظمی ور داکټر صاحب عبد الله <تصفح> د جې مسوله وای ولي جهانیان او حکومت وای چې ک تاسو د همشمول حکومت جوړ نکی موږ دا کو هغه کو حتی امکان لري چې پولیسو وباسو دا البته دا موضوع دی دواره ته مخاطب کوي لیکن اصل هدف هغه دی چې انیتاف اغنښ کړی دا یو دوام مسئله د افغانستان د سولې ده خ داغه مسالې ته جر د پای ټکی کې نشولسي مخالفین په کومین کې ناشتي دا اندازه موضوع په استفادې تمامه و څو ښه په پښتون کې د حقیدو فکر کې چې بیا ارجمند ځادي ځادي په زور کار ترسره کړي ډېر مننه کوم او مننه کوم ځکه چې وخت گزارل په در برنامه ما فرصت کوم یو نکته مخایم اشاره وکړم بار بار بحث حکومت هم شمول شمول مطرح شوه معناي لغوي حکومت همشمول و دولت همشمول را لطف کنند سران تیم صبات و همگرایی آقای... بکنن که مردم بیشتر در جریان کنند آقای, آقای کازمی و آقای پشتون ازی که در برنامه ما حضور یافتند و همچنان از بیننده های گرامی که برنامه ما را دنبال کردند